شده. من کی گفتم؟ اما بهش میاد. میدونی این روزا قیافش خیلی جالب شده. با من نمی کنی؟ راجعون این چیزی میپرسه؟ نه. اما باید منو بیاد بیاره. نه. اصلا از کجا میگی که هنوز از من میتونه بره؟ برای اینکه راجعون تو اصلا نخیر نیزی. شاید راجعون من فکر میکنه. بعد از اینکه تو رفتی گفت دیگه راجعون اون حرفی نمیزن. گفت تو فطرت دیافریقایی واقعی نیست. از طرف مادر حتما جایی یه رگت میخوره به انگلیسی ها. از تو متنفر بود. خواب تو رو نمیدید. بعد خواب اون روزای سخت خدیم. خب یادت باشه که قانون کاری به این چیزا نداره. این که منو به یاد نمیاره یا از من متنفره کوچکترین تأثیری هم نمیتونه داشته باشه. چی گفت داره؟ باریکلا. پس موقعش که شد من ازت میخوام هر چی که الان گفتی بازم تکرار کنی. چی موقعش بشه؟ حال نشه هنوز که چیزی نشده. خواستی چی بشه؟ من از این لحنت خوشم نمیاد هسته. تو دوباره یه چیزی هستی. تو داری نقشه میکشی. تو برای این برگشتی اینجا که حتما یه چیزی میخوای. من هیچ چی نمیگم. همینطور موقتی اومدم و اسمم هم هستر اسمیته. نمیشناسی؟ هیچ کدومتون منو نمیشناسی؟ همیشه همینو میگفتم. بازم میگم هیچ کدومتون منو نمیشناسید. و اون وقت درد سر راه افتاد. هیچ کدومتون منو نمیشناسید. اون وقت رفتی اون کارو تو اون کافه دیا بودی که خودش برای اون ضربه سختی بود. و شبا تا دیر وقت بیرون میموندی و اون سرباز رو با خودت میآوردی خونه. هیچ کدومتون منو نمیشناسید. اون وقت رفتی و یک هفته پیدا نشد. هیچ کدومتون منو نمیشناسید. اون وقت رفتی که رفتی. بگو ببینم این دفعه قضیه چه قراره؟ برای چی برگشتی؟ برگشتم برگی به خونم سر بزنم. اگه باید سرگیم داشته باشم. آی ما حالا راحتیم. ما راحتمون بزن. من که باشم کاری ندارم. همین که برگشتی اینجا. برگشتم برگی اینجا خونه منم هست. حالا اون منو فراموش کرده بکنه. اون مادر من بود. این هم حتی اگه ازم متنفر باشه بازم پدر منه. بنابراین این موقعش که برسه هر چیزی که اینجا هست نصفش مال منه. چی موقعش بشه؟ چی؟ مثلا وقتی که دلیفا بیافته. مثلا چی؟ مثلا وقتی که موقع مرگ یادم بشه و آدم بمیره. این برای بار دوم. این برای دومین باره که این حرف رو میزنی. تو مجبورم کرد. تو این از خدا میخواد. نه تو نیست. این پستی. بس کن دیگه. این گناهه. باید سر بزنی. آرزوی مرد اون از کثیف‌ترین گناههای عالمه. اوزان کاملا برات شد. من آدرسی ندارم. هر وقت یه جایی تازه پیدا کردی و مستقر شدی؟ من آدرسی ندارم. نه اسمی هست نه شماری.
اینجا بودم اما بیدار بودم. جایی خوابم تو آشپز خونه بود. چون تو بناگوشی کرده بودی و توی اون یکی اتاق بود. دنبال بابا اونجا بود. در اتاق بازی و من حرف زدنش رو میشنوم. بابا میگه باید برم. من حالا یه پا دارم. یه زن و دو تا بچه. دینامید، صدها لیر پول. زمین دهن باز کرد. درست همون جور که توی کتاب مقدس گفته شد. و نصف کوه اومد پایین طرف ها. من دیگه اونو از حرف زدم. دو مایل اون طرف پرداشتم قسمتی از خط آهن جدید و کار میذاشتن. هوا داغ بود مثل جهنم. و اگه اینجور میگم قصه بدی ندارم که این توی کتاب مقدس هم عیناً همینجور گفته شده. وقتی اونایی دیگه متوجه نبودن اونجا خالی کرده بود و رفته بود که گلابی وحشی بخوره. یه درخت بود روی تپه که پرش بود از گلابی وحشی. درشت و رسیده. اون ایستاده بود توی سایه و داشت گلابی آبدار رو میزد. که یه دفعه یکی از افراد اداره مرکزی همونایی که لباسای سفید تنشونه اونو دید و شروع کرد به فریاد زدن و رفت طرف اون. بابا اول دیده وامود کرد که اونو ندیده. بعد یارو لباس سفیده دیگه بیشتر آتش شد و شروع کرد به فریاد زدن و دوید طرفش. شاید درخت گلابی توی ملک شخصی بوده یا یه چیزی شده بوده. بابا پیلشو برمیداره که برگرده که یارو لباس سفیده دیگه حسابی از کوله در رفته بوده و شروع میکنه به فریاد زدن و با زبونه انگلیسی فحش دادن، چیزایی که بابا در عمرش نشنیده بود. بابا میگفت، پیش خودم گفتم خب دیگه من اخراجم. بیره ای سنگی اون سربالایی تپه رو بود چون به اندازه ترسیده بود که داشت به طرف سربالایی فرار میکرد که یه دفعه زمین با یه قرش وحشتناک دهن باز میکنه و درست جلوی چشمای زمین شکاف میخوره و نصف کوه بیاد با این طرف رو. از پول قرارداد چطور؟ راجب قرارداد چیزی نمیگه؟